حمله سنگین ارتش سوریه و متحدانش به حلب موجب تشدید خروج ساکنان این شهر و حرکت آنها به سمت ترکیه شده است. به گفته سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد بیش از 20 هزار پناهجو در پست مرزی کلیس بابل سلامه در انتظار صدور مجوز ورود به ترکیه اند و بین 5 تا ده هزار نفر در شهر مرزی اعزاز و حدود ده هزار پناهجوی دیگر در شهر کردنشین افرین تجمع کردند و قصد دارند به سمت ترکیه حرکت کنند. به گفته نخست وزیر ترکیه در طول چند روز گذشته ده هزار پناهجوی جدید وارد این کشور شدند و این شمار بهزودی. از هفتاد هزار تن نیز خواهد گذشت تا کنون ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه توانسته از کنترل بخشهای مهمی از شهر حلب را در اختیار بگیرد در شهر درعا در آدر جنوب این کشور نیز نیروهای دولتی پیشروی قابل توجهی داشتند به گفته روسیه های این کشور تنها در سه روز گذشته 875 هدف مربوط به گروه های تروریستی را بمباران کردند بر اساس گزارش گروه ناظران سوری حقوق بشر در جریان حملات روز پنجشنبه 130 نفر از جمله سه کودک کشته شدند گروه های مخالف بشار ارتش سوریه و روسیه را به استفاده از سلاحهای غیرقانونی متهم می‌کنند.